سلام به شما فرزندان خداوند، خیلی خوشحال هستم که میتونم با شما یک لایو دیگر رو سپری کنم، یک پیام دیگه از خداوند با شما به اشتراک بذارم. چقدر خوشحال هستم که امروزم خداوند این موقعیت رو در اختیار من گذاشت که بتونم با شما صحبت بکنم. امروزم مثل روزهای گذشته خداوند به زبانی عامی، به زبانی ساده، روزمره توی کوچه خیابونهای ما میگرده و یک موضوعی رو میاره بیرون و به دل ما میذاره و با ما صحبت میکنه که یک مکاشفه از اون داشته باشیم و یک قوتی از اون بگیریم. خداوند همه جاست، همیشه صحبت میکنه، همیشه میشنوه، همیشه ما رو دوست داره، اسم ما رو کف دستش نوشته. خدا رو شکر میکنم برای تک تک عزیزان که مشتاقانه این برنامه ها رو نگاه میکنید. خدا رو شکر برای برادرانم، خدا رو شکر برای خواهرانم که با حضور خودشون این جمع ایمانداری رو به یک نحوی دیگه، یه رنگ و بوی دیگه به خودشون میدن. من کشیش رضا پزشکیان هستم و اینجا مینیستری کلیسای پادشاه ابدیه. هر عزیزی که بخواد در کلیسای ما شرکت کنه میتونه آدرس بگیره، حضوراً تشریف بیاره. و عزیزانی که داخل استیت ما نیستن یا اصلا داخل امریکا نیستن میتونن از طریق فضای مجازی از کانال‌های ما بهره مند بشن. از 4 کانال رسمی که هر جا سرچ بکنید فقط کلیسای ما رو به شما نشون میده، در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و یوتیوب. فقط کافی فارسی بنویسید کلیسای پادشاه ابدی، به همین سادگی، هیچ آیدی هیچی هم نمیخواد، کلیسای پادشاه ابدی، یا همون انگلیسیش میشه Eternal King Church. راحت به شما نشون میده، میرید که عضو میشید و از برنامه ما استفاده میکنید. امروز میخوام درباره چیز مهمی صحبت بکنم، ولی با مضمونی ساده، باز با مضمونی خیلی آرام، خیلی عامی. امروز میخوام درباره بوها صحبت کنم. بو، آره، همین بوهایی که به مشام ما میاد، از این دوتا حفره بینی ما میره، ما میتونیم اونو حس کنیم، میتونیم بفهمیم. تا حالا بوها توجه شما رو جذب کردن؟ آره، امروز خداوند میخواد با همین تیتر ساده با ما صحبت کنه. چه بوهایی ما حس میکنیم؟ ببینید، خیلی جالبه، همیشه موقعی که شما یه به عنوان مثال، امروز درباره بو دارم صحبت میکنم، یه بوی به مشامتون میاد، از تجربه‌ای که از اون بو داشتید و از خاطراتی که اون بو برای شما داشته تو ذهنتون میاد. یو، آره، همونطوری که موقعی یه رنگ رو میبینید، همون موقعی یه فیلم رو میبینید، همون موقع که یک صدا رو میشنوید، یه عکسی میبینید، یه خاطره ای میشنوید، یک سرودی رو میشنوید، سرود مسیحی رو میشنوی، یو شما رو میبرد او چند سال پیش تو فلان کلیسا، تو فلان کششور من این سرود شنیدم، یادش بخیر برادر فلان، یادش بخیر خواهر فلان. بوها هم همینطوری هستن، خاطرات ما رو زنده میکنن، یه چیزی رو به ما نشون میدن، یا گاهی اوقات یه چیز رو تداعی میکنن تو ذهن ما. اگر ما خاطره بدی داشته باشیم، از اون جایی که این بو رو میداد، اون بو ما رو اذیت میکنه. مثلا موقعی که بوی غلیظ گل محمدی میاد، گل روز میاد، گل روز خودش به تنهایی خیلی خوبه، بوش هم خیلی خوبه، ولی موقعی که بوی غلیظ این بوی روز میاد، گل روز میاد، شما رو چی یاد میندازه؟ یاد چی میندازه؟ یاد عطر مشد، عطرهای تقلبی مشد، یاد عطر مشد میندازه. او فلان روز ما سفر کرده بودیم، رفته بودیم اینجا دست جمعی زیارت، مثلا رفته بودیم مشد، این بو اونجا بود، بوی یا بوی اون امامزاده های دروغین، این بو شما رو میبره اونجا. یا او رفتیم اونجا، 4 تا آخوند پدر سوخته اون بالا منبر رفته بود، آی دروغ میگفتن، یا این بو شما رو میبره مشهد، میبره قم، میبره اون امامزاده های دروغین که پر از دروغ و پر از شیطانه.
درست میگم؟ پس این بو خیلی مهمه، برای اینکه خاطرات ما رو تداعی میکنه، ذهن ما رو تداعی میکنه. یا مثلا بوی گلاب، اون چیزی که من تو ذهنمه به شما میگم، موقعی که بوی گلاب میشنوم بوی قبر میافتم، یاد قبر میافتم. این شیشه گلاب اینطوری میپاشوندن رو این کسایی که میومدن، یا مثلا اونجا داشتن عزاداری میکردن، یا منو یاد عزاداریایی تو خیابون را مینداخت، همه چادر مشکی اون مردم هی میخوند، این سنج میزد، اون مردی که هم هی گلاب تقلبی رو پر آب بود همینطوری پرت میکرد میریخت تو سر کله مردم، دو دخترها پسرها رو نگاه میکردن، پسرها چشمک میزدن به دخترها تو اون دسته که داشتن میزدن، دسته که خیلی خنده دار بود، فقط شماره بود بین دختر پسرها رد و بدل میشد، مظلوم حسین جان اینطوری میزدن، مظلوم از این چشمک رو میزدن، اینگه مثلا مینوشتن دیگه. حالا نمیخوام یادتون بدن چطوری شماره میدادن به هم دیگه، با اون ضرباتی که میزدن، دو تا میزدن، سه تا میزدن، شمار تلفن میامد که میامد بیرون، کاری نداریم دیگه، نمیخوام که اینا رو بگم. این بوی گلاب ما رو یاد اونجور چیزا میندازه، یا جای ما رو یاد مسجد میندازه، که برای اینکه بوی گند این جوراب این کسایی که همونطوری با همون پاورنده بوی جوراب می اومدن تو، برای اینکه اون بو رو بگیرن هی گلاب می داختن، هی گلاب می زدن. یادتون است ما که کوچیک بودیم مثلا گاهی اوقات ما رو به زور می بردن اونجا، یا مراسم بود یا هرچی بود، مثلا حال تعبو می گرفت من اونجا، همه کفشا رو کندن، جورابای کثیف بو گند، خفه داشتیم می شدیم، مخصوصا کسی می خواست نماز بخونه، حال دیگه اصلا اینی که شیمیایی زدن مثلا نفس تنگ می شد. یادتون هست یا من دارم بر خودم تعریف میکنم؟ اگه هر کسی یادشه بنویسه. پس این بوها ما رو یاد اونا مینداخت، اینقدر گلاب میزدن تو اونجا تا این بوی جوراب بره. یا یاد اون ملاهای دروغین، آخوندهای پدر سوخته دروغین، که برای اینکه بوی کثافت و رذل بودن و زناکار بودن و کثافات خودشونو بپوشونن با گلاب دوش میگرفتن، مثلا هی گلاب سرکلش رو میریختن، هی گلاب میریختن این بوی عطر مثلا بهشتی بکنه، در صورتی که غیابش نگاه کنی که نگاه میکردی بوی کثافت میداد. مثلا بذار خداوند امروز اینطوری میخواد با ما صحبت کنن. حالا من درباره اون بوها گفتم، الان میخوام از یه بوی دیگه بگم که خیلی خوشه. حالا هر کسی که به مسیح ایمان آورده و در راستای کلام خداوند زندگی میکنه باید بوی مسیحو بده، نه فقط بوی فیزیکالی که مثلا اینطوری اینی که ادکلون زدیم به خودمون، نه، اون بوی روحانی مسیحو باید بده. هر ایمانداری که داره طبق کلام زندگی میکنه، طبق کلام داره راه میره، با خداوند داره راه میره، باید بوی مسیحو بکنه. مسیح مگه چه بویی داشت که آدم اون بو رو باید بده؟ یه ایماندار باید اون بو رو بده. ببین اون پارامترایی که آدم میتونه از یک ایماندار بوی مسیحو به مشامش برسه اینا هستن: مسیح بوی محبت میداد. اگر یک ایماندار محبت داره، پس ازش بوی مسیح میاد، نه محبتی که مثلا پاداشش یه چیزی بگیریم، نه، اون محبتی که حتی به دشمنانمونم میکنیم، البته با حکمت، نه اینکه دشمنا گردن کلفتر باشن پدر ما رو که بیرون بیارن، نه، اون محبتی که اون محبتی که عیسی مسیح داشت باید مثل همون باشیم. عیسی مسیح سرتیتر ماست. خداوند در جسم یک انسان مجسم شد که به ما بگه با جسم انسانی هم میشه زندگی مقدسانه داشت. من این کارو میکنم، شما یاد بگیرید از من. ساده است، نه؟ خیلی ساده است. ما یه بهانه بیاریم. آقا کتاب مقدس میخونی؟ این وقت نمیشه، خیلی سرم شلوغه. از کی کتاب مقدس نخوندی؟ یکم نگاه میکنه، یه چند ماهی نخوندم، اصلا وقت نمیشه برادر، اصلا من وقت ندارم سرمو بخارونم.
چطوری وقت میشه گوشیتو نگاه کنی؟ توی اینستاگرام بری، فیسبوک بری، یا اونجور فیلم ها، یا اینجور، همه جور میتونی نگاه بکنی، کلامو نمیتونی بخونی، وقت نمیتونی بذاری. پس از تو بوی مسیح نمیاد دیگه، بوی دروغگویی میاد، بوی زیر بار در رفتن میاد. یکی از بوهایی که ایماندار بکنه که شبیه مسیحه، بوی محبته، بوی هم نوع دوستیه. باید ما هم نوع دوست باشیم. بارها در این باره صحبت کردم. باید هم نوع ما رو دوست داشته باشیم. ما عضو یه خانواده هستیم. ناراحتی خواهر فرشته ناراحتی منه، ناراحتی برادر میلاد ناراحتی منه. من چه کمکی میتونم بهش بکنم؟ چه از بابت روحانی، چه از بابت دنیوی، چه کمکی میتونم بکنم؟ یکی از بوهای دیگه که خداوند میاد، بوه نجاته. آیا ما نجات یافته هستیم؟ بوی نجات یافته رو میکنیم یا باز در اسارت داریم زندگی میکنیم؟ اسارت دروغ، اسارت روابط، اسارت چیزای دیگه. باید ما بوی نجات بکنیم، بوی نجات یافته بکنیم. آیا توی زندگی ما بوی شفا میاد؟ از مریضی های جسمی و روحی با قدرت مسیح شفا رو دریافت کردی؟ بوی شفا میاد در تو؟ بوی شادی میاد در تو؟ یا نه، مثل ایماندار هستی فقط گریه بکنیم، بزنیم تو سرمون گریه، مثل اون آخونده پدر سوخته که هر روز تو تلویزیون میگفتن گریه بر هر درد بی درمان دواست، بعد خودشون پشت دوربین به ما میخندیدن، اون بر میرفتن میگفتن اینا رو بیان گاگولن نزن، هر کس به ما خندیده به ایلتبار خودش خندیده، به جداباد خودش خندیده، فکر کرده به ما خندیده. پس خنده روی مسخره. اون آخوندی میومد میگفت صداشم کلوف میکرد، مثلا بزن دو لولتریا کشیده، بعدا اومده حواش آقا انصاری آمد، بزن گریه بر هر درد بی درمان دواست، اصلا نشایی داره از این چشماش میزنه بیرونه، بعد گریه میکنه، ما رو به گیدش میآورد، گریه بر هر درد بی درمان دواست. کسایی که اگه میخوان براشون دعا کنم بعد از برنامه به من پیام بدن، هرچند امروز تایمم خیلی کمه ولی کمکشون میکنم اگه کسی فکر میکنه دعای جادویی براش شده. خب یکی از بوهایی که از یک ایماندار میاد صفای قلبه. آیا اون بویی که عیسی مسیح از بابت صفای قلب داشت در تو هست؟ صفای روح و روان داری؟ آیا بوی امید از تو میاد؟ آیا بوی ایمان از تو میاد؟ آیا بوی توکل کردن فقط بر خداوند از تو میاد؟ اگر اینا میاد که بوی مسیح میکنی، هر جا را بری بوی مسیح میاد، بوی روحانی مسیح میاد، نه اینکه فیزیکالن که حس کنیم. اون آخونده به خودشون عطربت میزنن که مردمو تحت تاثیر بوی گلاب بزنن، نه، بوی روحانی. و اگر این بوها ازت میاد، بوی شادی میاد، بوی ثروت زمین آسمان میاد، بوی هم نوع دوستی میاد، بوی محبت میاد، بوی صبر میاد، بوی فروتنی میاد، تو بوی مسیح رو میکنی. خدا رو شکر. دیدید این کسایی که بوی مسیح رو میکنن، موقعی راه میرن آدم میگه بابا خب نگاه کن چه آرامشی داره، اصلا خدا درش زندگی میکنه، به فراوانی من داره میبینه. ولی بعضی که ادا دارن در میارن، کت و شلوار میپوشن، اصلا نیستنی، بله بله ما آمدیم فلان، کشیش آمد، آمد که آمد چی میخواد بکنه؟ از قلبش میاد که میاد بیرون. از قلبش چی میاد بیرون؟ نه از تو کلشا، از تو قلبش چی میاد بیرون؟ اون چیزی که از قلب میاد بیرون بوی مسیحو میکنه. اون چیزی که از کله و زبان و فکر و نقشه میاد بیرون، نه، بوی مسیح نمیکنه. خداوند دنبال قلب هاست. اگه قلب تو خداوند مال خودش کرده، از توی قلبت بوی خداوند میزنه بیرون. خدا رو شکر. ولی اگر بوی دنیا
از تو میاد بیرون، وای 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 وای، مواظب خودت باش، این آیه مال توئه. اگه بوی دنیا میاد بیرون، اگه بوی پول دوستی میاد بیرون، اگه بوی نفاق میاد بیرون، اگه بوی کبر، بوی غرور میاد بیرون، این آیه مال توئه. رومیان 12:2: و همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود، صورت خود را تبدیل دهید، تا شما دریافت کنید که اراده نیکو و پسندیده کامل خدا چیست. ذهن خودمون عوض کنیم با قوت خداوند، فکر خودمون عوض کنیم با قوت خداوند، بذارین تازگی خداوند بیاد، بذارین نقشه خداوند رو ما درک بکنیم. آقا ذهن تو تازه کن با کلام خداوند، روحت بذار روحت جلا پیدا کنه، حالشو ببری. دوباره میخونم: و همشکل این جهان مشوید. به تک تک کسایی میگه که بوی دنیا داره ازشون میاد، هی همشکل این دنیا نشو. دنیا پر از بوی بده، دنیا پر از بوی تعفنه، بوی دروغه، بوی قتله، بوی زناست، بوی کلاهبرداری و سیاسته. همشکل این جهان مشوید. حالا چیکار کنیم؟ بلکه به تازگی ذهن خود، صورت خود را تبدیل دهید. و به تازگی ذهن خود، صورت خود را تبدیل دهید، تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. موقعی که تبدیل نشدی، کلام تو رو تبدیل نکرده، اصلا اراده خدا رو تو زندگی تو نمیفهمی. میری کلیسا، میایی، خادمی به حال قربان، خادم من 20 نفر من تعلیم میدم، آیا بوی دنیا میکنی یا نه؟ اگه بوی دنیا میکنی، ول ول معطلی، برو یه دوش بگیر دوباره، با کلام خداوند یه دوش بگیر، بذار تو رو دوباره بشوره، ذهن تو رو تازه کنه، جلا بده، به جگر تو جلا بده. پس دنیا بوی دنیا میکنه، همشکل اونا نشید، نذارید دنیا بر ما تسلط پیدا کنه. موقع دنیا تسلط پیدا میکنه، دروغ تسلط پیدا میکنه، چون دنیا پر دروغه. آقا خواهی نشوی رسوا و همرنگ جماعت شو، دقیقا یه شعر برعکس، خواهی رسوا بشی همرنگ جماعت شو، برای اینکه جماعت همه چپکی دارن میرن، رسوا میکنن تو رو. چی مینویسین روی ماشینا، روی خالکوبی؟ خواهی نشوی رسوا و همرنگ جماعت شو، جماعت بدبخت، بیچاره، فلک زده، دروغگو، اسیر، در اسارتهای خودشون غرقن، در گناه خودشون غرقن. چه شکل اون دنیا بشیم آخه؟ ما همشکل خدا میشیم، همشکل مسیح میشیم، تا بوی اونو بگیریم، تا قوت اونو بگیریم. هللویه، شکرت خداوند که موقعی که کلامت رو باز میکنیم، بوی تو به مشام ما میخوره، برای اینکه پر از نیکوییه، پر از شادیه، پر از برکته، پر از ثروت زمین آسمانه. این نقشه گنجه، این کلام زنده است، این فکر خداست. آقا همه میخوان فکر همدیگه رو بخونن، به تو کله اون چیه، تو کله این چیه، به من چی فکر میکنه، من به اون چی فکر میکنم. عزیز تو اینو میخونی، فکر خدا رو میفهمی، نه فکر آدم ها رو، فکر خدا. چون این کلام زنده است، کاغذ مرکب نیست، اینو زندگی کن، بذار فکر خدا توی زندگی کار بکنه و فکر تو مطابقت با فکر خدا باشه. اون موقع زندگی مقدسانه داری. فقط دعای نجات خوندی، بله من ایمان دارم، بعد بر گرفتی، بی خیال فش، بی والا با کفش، اینطوری نیست. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که به همین سادگی با ما صحبت میکنه. دوربرتون رو نگاه کنید، با همه اون چیزا میتونه صحبت کنه با شما، فقط گوش دلتون رو باز کنید. من این کار میکنم، با من صحبت میکنه، با هر چی، با هر صوتی، با هر صدایی، با هر شکلی میبینم با من صحبت میکنه، من صداشو میشنوم. باور میکنید تمام این لایوایی که داره میاد،
به همین سادگیه. صدای اونو میشنوم از این موضوعات. به خداوند میگه چی بگو؟ کلامو بخونید. کلامو بخونید. میدونم که میخونید. بیشتر بخونید. خیلی جالبه. هر غذایی رو شما از مقدار معمولش زیادتر بخورید مریض میشید. شکم درد میگیرید. کارتون به بیمارستان میکشه. یک غذا وجود داره که هر چقدر بیشتر بخوری قوی تر، هر چقدر بیشتر بخوری سالم تر، هر چقدر بیشتر بخوری تنومند تر، عضلاتت قوی میشه، شیشتیکه میشه، بازو میشه 50 سانتی دور بازو. میدونی اون غذا چیه؟ کلام خدا، غذای روح ما. هر چقدر بخوری قوی تر میشی، نه دل درد، نه شکم پیچه، نه هیچی نداره. بخور بخور، یعنی بهش، با اون زندگی کن، با اون عمل کن. خوردن یعنی عمل کردن به کلام خداوند. اوه هللویه. کلام خدا پیچیده نیست، ما پیچیدش کردیم. تو کت شلوار، توی صلیب های بزرگ، توی لقب های بزرگ، کشیش، دکتر، پکتور، فلان، بیسار، فلان، کشیش، فلان، آفتاب لگن، هفت شامنار، هیچی. خدا میگه ایمان کودکانه، اینی کودک صحبت. ببین خدا خیلی راحت صحبت میکنه. باور کنید به کت و شلوار نیست، باور کنید به ساختمون های بزرگ نیست، به بلنگوان نیست، به دیش ماواره نیست، به شبکه های تلویزیون نیست. خدا رو شکر برای همه اونا. ولی اگر صدای خدا رو میشنوی همونطوری حرف بزن. خیلی راحته، حرف بزن همونطوری، حرف بزن. اون صدایی که دو گوش روحانیت میشنوی حرف بزن. هی برای خودمون درجه و قفه نذاریم. اینجا ما سرباز خداوندیم. بعضی ایمانداران و خادمین برای خودشون قفه میذارن، آخه تیمساری میذارن، سرهنگی میذارن. اینجا چی هست؟ هیچی. هیچ درجه من ندارم. من سرباز صفر خداوندم. خداوند سرباز صفر میخواد و اون درجه میده به ما. ما به خودمون نمیتونیم درجه بدیم. هر چقدر صفر اون درجه بیشتر به تو میده. اگر میخواییم محبوب بشی، اگر میخوایی خداوند تو رو دوست داشته باشه، خدمت کن. و اگر میخوایی در این دوست داشتن اول اول باشی از نظر خدا، برو آخر آخر، برو صف آخر وایستا، برو آخر وایستا. من گاهی اوقات میبینم کلیسا شروع میشه، همین میخوام برن صندلی جلو بشینن. اون جلو مال دنیاست، اون عقب مال خداونده. برو عقب بشین، بذار کسی تو رو نبینه، بذار اون فقط تو رو ببینه. ای آدما، هر موقع خواستیم آدما ما رو ببینه، ما زاویه دید خدا رو بستیم. اگه میخوای زاویه دید خدا همش روی تو باشه، از دید آدم ها بیا بیرون، بیا بیرون، بذار خدا تو رو ببینه. اون موقع میاد کنار تو میشینه و تو بوی خدا میگیری. اگر هر کاری میکنی، تلاش میکنی آدم ها تو رو ببینن، خودتو داری از خداوند پنهان میکنی، فاصله گرفتی. میخوای اول بشی از نظر خدا، برو آخر. غلام باش، غلام خداوند باش، میشی اول. خدا شکر برای کلام زنده خداوند که با ماست. دوستتون دارم. امروز این پیامی بود که تو قلبم بود بهتون بدم. کلیسای پادشاه ابدی رو به همه معرفی کنید. اگر کسی این پیام ها توی زندگیش داره تأثیر میذاره، خوراک روحانی داره میگیره، پس عضو کلیسای ماست، داره خوراک میگیره از اینجا. این خوراک رو پخش کنید. بابا مجانیه، به همه بدید. میدونید چقدر گشنه و تشنه کلام خدا وجود داره؟ من و شما هستیم اینا رو میبریم میدیم. اینا رو پخش کنید، استوری بذارید، به هم دیگه پاسکاری کنید، اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، یوتیوب کلیسای پادشاه ابدی رو به همه معرفی کنید، عضو بشید، سابسکرایب بکنید، لینکشو بفرستید، خودتون بفرستید، موعظه رو که گوش کنید. آقا این دوتا انگوشت ماست، دیگ 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 میره، هیچ زوری هم نمیخواد مثلا بریم بیل کلنگ بزنیم، نه. دو،
اگر کسی از این کلیسا داره خوراک میگیره یعنی عضو کلیسای ماست. پس میتونه ده یک ماهیانه شو، یعنی یک دهم از درآمد زندگیشو اگر میخواد به خانه خداوند بده، میتونه به جایی بده که ازش خوراک میگیره، یا اگر هدایایی میخواد بده، چه کسایی که در ایران هستن، چه کسایی که خارج ایران هستن، برای نشر کلام خداوند میخوان هزینه کنن و یا برای ایمانداران میخوان کمک نقدی بکنن، به کلیسای پادشاه ابدی پیام بدن، کمکشون میکنیم به سادگی. مخصوصا کسایی که دو ایران هستن و کسایی که خارج از ایران هستن، به سادگی میتونید کمک رسان باشید و در این امر بزرگ مشارکت کنید. سه، اگر کسی میخواست برای شفا آزادی دعا بشه، برای مشکلات زندگیش دعا بشه، اگر باور داره که عیسی شفا دهنده است، بیاد. اولویت مال کساییه که باور دارن عیسی شفا دهنده است. دوستتون دارم، میخوام باهاتون خداحافظی کنم. سعی کردم که اون چیزی که شنیدم با امانتداری کامل بتونم بگم و ارائه بدم. امیدوارم که این توانایی رو داشتم که بتونم بدم اون چیزی که شنیدم. من تمام سعیمو کردم که چیزی رو ازش کم زیاد نکنم. پس دوستتون دارم، با ما در ارتباط باشید. کلیسای پادشاه ابدی کلیسای شماست، این شعار ماست. تک تک شمایی که دارید میشنوید میبینید، کلیسای پادشاه ابدی کلیسای شماست. اینو بنویسید، کلیسای پادشاه ابدی کلیسای ماست. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که همیشه با ماست. میخوام خداحافظی کنم ازتون. دوستتون دارم. تا دیداری دیگه، بدرود. I love you. Bye bye.